دوستان گرامی، مشیری هستم بهرام در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. روز دوشنبه است 14 از ماه آوریل سال 2008 میلادی، در روزهای دوشنبه و روزهای چهارشنبه از ساعت 11:30 تا 1 بعد از ظهر به مدت 1.5 ساعت در خدمت شما دوستان گرامی بزرگوار هستم. در روزهای دوشنبه در باب منطق صحبت میکنیم و مغالطات، این گرفتاری بزرگ دروغ و لغلغه زبان که ما رو به شاه انداخته است. امروز هم اشارت میکنیم، سعی میکنم امروز یک گزارشی از سمینار دیروز خدمتتون تقدیم بکنم. بفرمایید که در مقدمه یک غزل ناب از معلم بزرگ حافظ شیراز برای شما بخوانم. بله، سبا تو نشهت اون زلف مشک بو داری، سبا تو نشهت اون زلف مشک بو داری، به یادگار بمانی که بوی او داری. دلم که گوهر اسرار حسن و عشق در اوست، توان به دست تو دادن گرش نکو داری. در اون شمایل مطبوع هیچ نتوان گفت، جز این قدر که رقیبان تند خو داری. نوای بلبلت ای گل کجا پسند افتد، که گوش هوش به مرغان هرزه گو داری. به جرعه تو سرم مست گشت نوشت باد، خود از کدام خم است این که در سبو داری. به سرکشی که خود ای سر جویبار مناز، که گر به دورتی از شرم سر فرو داری. دم از ممالک خوبی که آفتاب زدن تو را رسد، که غلامان ماه رو داری. قبای حسن فروشی تو را برا زد و بس، که همچو گل همه آیین رنگ و بو داری. ز کنج صومعه حافظ مجوی گوهر عشق، قدم برون نه اگر میل جستجو داری. باری دیروز در خدمت دوستان اورنگ‌شانسی بودم و 3-4 ساعت هم هست که بنده نخوابیدم. حدود ساعت میکنیم دو حرکت کردیم، وقتی بازگشتیم به ولی آباد دیگه حدود 4 صبح بود. بعد خوابمون نبرد و در خدمت شما هستم. دیروز در باب عرض کنم که دموکراسی صحبت کردیم و حرکت های دموکراسی در دوره پایانی قرن 20 و دوستانی بسیاری تشریف آورده بودند با مهر و محبت بسیار. بنده واقعا شرمسارم از محبت دوستان. اینم باید چه بکنم، سپاسگزاری میکنم از دوستان عزیزی که مدیریت این گردهمایی رو بر عهده دارن و رنج این کار رو بر خود هموار کردن. آقای آل احمد، از اشتراکی آقای دکتر فتی، آقای خاشه و سایر دوستان را سپاسگزاری میکنم. از بحثرد دوستان هموطنانی که تشریف آورده بودن در اونجا، آقای تندر، آقای عزیزی، برسنم عباس و فرشاد، دو برادر چیرونی، دوستان قدیم عزیز من. باری صحبت در باب عرض شود که دموکراسی بود و من سعی کردم که یک تاریخی در باب این دموکراسی در پیشی بیان بکنم اونجا، و شروع کردم از یک مقاله از آقای برنارد لوئیس، یک مقاله آلمانی نوشته است. این مرد پیر، این مرد کهنسال که
به تخصص در خاورمیانه مشتهر هست. یک مقاله نوشته است اینها خیلی جالب هست. میگوید به سال 1593 یک کشتی جنگی انگلیس آمد که از کنند که اولین سفیر انگلیس رو بیارد به عثمانی صادق و مورخی به نام مصطفی افندی منتظر این کشتی بود که بیاید و از سبب که کشتی رو ببینه. حالا این که سفیر چگونه بوده اینها بماند، اما بیشتر نگاه این مصطفی افندی به چوبخانه های این کشتی بود، متحیر شده. وقتی من این مطلب خوندم از قلم برنارد لوئیس به خاطر آوردم که اساسا مشرق زمین در خواب گران بوده، با صدای توپخانه ها از خواب بیدار شده. بیدار که چه ارز کنم فهمیده خبری، یعنی همین عثمانی ها عرض شد که در جنگ هایی که کردند و شکست یافتند از اروپایی ها، این شکست ها حاصل گسترش علوم بود و این شیفتگی مشرق به اسلحه مغرب، این یک پدیده بسیار شگفت‌انگیز است. یعنی توجه نکرده است مشرق زمین این دیکتاتورهای منحوس خاورمیانه و غیره که اتفاقاتی افتاده است، گسترش علوم و فنون بوده، گسترش علوم سیاسی بوده، گسترش نمیدونم تکنولوژی بوده، گسترش علم پزشکی و شیمی و فیزیک و غیره و مسائل مربوط به انسانی بوده، تکنولوژی هم بوده، این اسلحه هم حاصله از کنم که عاشق اسلحه شدن که ما اگر از این مادرنیتی این اسلحه شد داشته باشیم خیلی عالی میشه، زورمون زیاد میشه، هم تو سر خودی ها میزنیم هم تو سر بزنیم. و این اشتباه اسلحه از روزگار عثمانی ها و شاه عباس کبیر ادامه داشته است تا شاه صادق خودمون و همین آخوندها. از مادرنیتی و این همه گسترش در مغرب زمین که این گسترش حاصل مادرنیتی هست، حاصل توجه انسان به انسان هست، حاصل مرخص کردن اولوالامر هست از حیات اجتماعی مردم، مرخص کردن الله مدینه و الله فلسطین و اینا بوده و توجه به انسان و علم و چنکاش انسان و تخفیف و شبرخانی ها، هزاران نوع علوم به وجود آمده است و هزاران اختراع، یکیش هم اسلحه بوده. این دیوانه ها فقط عاشق اسلحه هستند. هنوز هم هستند. یعنی نگاه کنیم به داستان شاه عباس. شاه عباس مرد بزرگی بود، بارها اینجا ما ذکر خیلی کردیم از این مرد بزرگ. اینها که بنیانگذار امپراتوری ایران بود، از بزرگترین امپراتوری ایران در ایران بعد از ساسانیان، ما مدیون سیاست شاه عباس کبیر هستیم. این آقا نیست که حریف عثمانی ها نیست، مگر این که توپخانه هاشو واسه اندازی کند. این از برادران شرلی رو که انگلیسی بودن معمول کرده است برای ما توپخانه بسازید و ساختن سوید مستد. وقتی که عثمانی ها همین از کنم روس ها ما درگیر جنگ شدیم روی سفاهت آخوندها که تحریک کردن یک مرد صحیحی به نام از کنم که فتح علی شاه قاجار و نبرد در گرفت و ما شکست مفتزعی خوردیم در جبهه های ایروان و وزه جاها و اینا و در دست دادیم شکست در حکومت مرفع بگیم آقا عجب توپخانه هایی داشتن اینا، یک کاری بکنیم من توپخانه داشته باشیم. غافل از این که این توپخانه یکی از وجوه مدرنیته است. آقا موسیقیش هم بوده، مجسمه سازیش هم بوده، علوم عقلیش، جهان شناختش، همه قضایا بوده و این دیوانگان مشرقی فقط عاشق توپخانه میشه. هنوز هم آخوندها کیف پول دستشون هست در اطراف جهان دو گرم اورانیوم بخره یه بمب اتم درست کنید ببینید میتونید جلو بحثت بکنید. ارزه این کار رو هم ندارن. هر سبت که این مسجدی که مفجر کردن دیوانه بیچاره رو کشتن، اینجا پویندگان وسال یک مش دیوانه دوز جمع میکنن در این مسجد علیه باهایی ها و علیه نمیدونم وهابی ها رو شعار میدن و سینه میزنن. اینها بمب ترکیده. آخوندها گفتن نه کسی نبوده، ما اینجا نمایشگاه بمب داشتیم. شما که تشبه کنید هیچ دیوانه در طول تاریخ انسان چنین چیزی گفته. نمایشگاه بمب، اما نمایشگاه نمیدونم اتومبیل دیدیم، نمایشگاه داروهای جدید شنیدیم، نمایشگاه پارچه ها نمیدونم صنایع دستی غیره، ما نمایشگاه بمب داشتیم، یکی جا مونده. حالا نمایشگاه بمبش از یک جنبه قضیه، جا ماندن یکیش این جنبه قضیه، شما تصورش رو بفرمایید به چه نسبتی دچار آمده ایم ما واقعا در این کلیه قرن سیکم. یک پاشاخوند پشماپوس نادان و عرض کنم برای قضایی ها اینا عاشق این بومب های مثلا. بنابراین نمی دیدم که عرض کنم که این گسترشی که
انسان مغربی رو دست آورده است در زمین علوم که تو کانه هاش بزرگ شده در زمین های دیگر هم گسترش پیدا کرد. مشهور این هواپیما های فانتوم رو عرض کنن که سوخوی و از شبت که F-14 و اینا موشک های زمین به هوا و موشک های تو میفرد. آقا اگر ما یه 2000 تا تو داشته باشیم چند تا تایمتانی از این ببریم اینا. این مهر و عشق از این آقای این افندی عرض شبت که عشقش بخونه خدمتون مصطفی افندی ادامه داشته از این آخونده خودمون. دیدن سلمان رشدی مثلا نشته بود نشته این مسلمان ها به تنها علمان مادرنیته که علاقه من هستن اصلحه شی که بگیرن علیه سازندگانش به کار ببرن. هیچ توجهی و لطفی و مرحمتی به نو شدن و مادرنیته ندارن. نگر که مسلسله خوب بگیرن یعنی اون سال به غربی بکشیم آمریکایی بکشیم ملاعین را. بله این حکایت شگفت‌انگیزی بوده اینها در تاریخ گسترش دموکراسی در جهان و موضوع غرب و شرق و موضوع دیگری بنده میشه اشاره کردم. اینها این آخوندها مرتب تبلیغ میکنن که این از فرهنگ منحط غرب. آقا ما انحطاطی ندیدیم اینشا. اینها ناموس ندارن. آقا ما بیناموس داریم چی برنکرد اگر هست در تهران هست. آقای رئیس پلیس با چی با 6 فاحشه گرفته خوابیده نمیدونم چه کرده 600 هزار از فقر و بیچارگی و بدبختی که این آخوندهای نادان به روز ملت این شریف و بزرگواره میدونم 600 هزار فاحشه فقط در تهران از مطابق آماری که گزارش کردم دادن. و بیناموسی معنی چه چیز است؟ اینها به صحبتشان صحبت ناموس و میدونم ارزشهای منحط و فرهنگ منحط غرب و این مزخرفات که میبافن نیست. اینها وحشت دارن از دموکراسی از آزادی. اینا از بمبای آمریکایی نمی‌ترسن اونقدر که از آزادی وحشت دارن که نکند این ملت هم حواس بکنند که یک مجلسی یک آزادی قانونی در این مملکت حاکم بشود و از کنند که مردم رها بشوند از این وحشت دولت و وحشت شماغ دولت و زندان دولت و شکنجه های دولت. از این ترسن و بحثی کرده همین آقای لونسر مقاله که آقای قرد قرد میکنید چه خبره کدوم قرد داستان قرد چی از کنید فرهنگ قرد که معلوم هست اینا یه خوش آدم رنجیده از آخون بودن زحمتکش و قانه در اون همه این روزگاران که مطالقش رو داره میکنیم که یه فرهنگی دارن مبتنی بر حل کنن که فرهنگ یهودی مسیحی و یونانی بیزانس یا اصطلاحا گریکو رومن و هر شبت که و تا اونجایی که مربوط علوم و صنایعشون هست و گسترش از کنم تفکر عقلی و اینها از یونان گرفتند از این شبت که اینها از خاورمیانه گرفتند در همون دوره که دوره سکولاریسم در اسلام باید گفته بشه که از روزگار ابو جعفر منصور شروع شده است و هارون اینها. عرض کردم اگه حضرت امام جعفر صادق خلیفه میشد هیچ چیزی تولید نمیشد جز همون نماز خوندن و روزه گرفتن و خمس گرفتن. اما اینها چون مردمان دانشی بودن مردمان فاضلی بودن اینها مردمان فلسفی بودن هم کردن به از کنند که سهلنگاری در این زمینه ها آسانگیری و گسترش معرفت و ترجمه کتب که منجر شده است به این دانشمندان بزرگی مثل ابن سینا و رازی و فارابی و یعقوب اسحاق سندی الکندی و از کنم که از روس ابن رشد غیره و اینها کتاب ها نمیشن معرفت یونانیان رو گسترش دادن شرح کردن قبل از اینها هم استفاده کرده بدون هیچ ادعا و تعصبی در کمال شگفتی مواجه شده از طریق اسپانیا که به عجب چیزهای خوبی نمیشن اینها چیزهای زیباست چه علم گستردهی اینها استفاده کردن قبل از آسمان که نیمده که یه طوری صحبت میکنن که انگاری این قردی ها یک مردمان عجب غریب هستن از کلاتی دیگر آمدند و اینا و از کنند که کارشون از اول تجاوز بوده است و اینا چنین نیست. اما این دانش در هر جایی باشد انسان های دانشان میگردن پیداش میکنن. خوشحال شدن قردی ها از پیدا کردن کتاب الهاوی زکریای رازی که بزرگترین کفت پزشکی بوده یا آثار ابن سینا بارها چاپ کردن در دانشگاهشون تدریس کردن بدونی که بگن این شرقی هست یا این منحوس مسلمان هست که نشیزی نگفتن.
این است که موضوع دموکراسی و حقوق انسان یک امر فردی نیست که این آخوندها دست گرفتن یه یاد قلم به دست واقعا مهمل بود که با لغلقه کلام زندگی میکنن، این ها پیروی میکنن این داستان ها، کارشان مغلطه هست. آقا این دموکراسی یک سیستم انسانی است، مثل اتومبیل. آقا یه اتومبیل قرمی شرزی نداره امروز، وسیله راحت شما رو از نقطه ای به بی میتونه، وگرنه باید الاغ اسلامی سواشی رسو تو. این مارک غربی چسبانیدن به داستان دموکراسی وحشتی است که آخوندها از آزادی دارن و از دست دادن قدرت. حواسمان باشه. و یک توضیح دادم بنده در ارتباط با این داستان که اساسا در مغرب چه بوده، دموکراسی یونان چگونه بوده، نوع دموکراسی در هندوستان بوده، بوده 5600 تا 6000 میلاد. اینها که به معنی امروزی دموکراسی نبوده اما بوده در حدودی که اونجایی که رأی مردم مربوط است و از کنم تصمیم های گروهی در باب اجتماع. خود ما هم در ایران در روزگار اشکانیان از کنم که مجلسی داشتیم، سنایی داشتیم، بزرگان بودن تصمیم میگیرن، فقط شاه نبود. اینا در کنترل قدرت سیستم ها بودن، اما دموکراسی یک امر کاملا جدیدی است. عرضی شود که و این دموکراسی ایالات متحده آمریکا قدیمترین دموکراسی جهان است که بر پای مونده. و عرض می کنم که این که آمریکا امروز بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی تاریخ است و بزرگترین قدرت علمی تاریخ است زیر سایه این دموکراسی است که هر نبضی از هر جای جهان، حالا بودایی است، کافر است، مسلمان است، نمیدونم هر چه هست، به من که باری من بکنم بشه آقا شما کار بلدی بفرمایید، این شغل شما، اینم آزمایشگاه بفرمایید، اینم تحقیق کنید، ما مغزم شما رو گرامی میداریم. این گسترش این کشور به دست آمریکایی نبوده، فقط کسانی که در کشورهاشان، در سرزمینهاشان نتوانستن به واسطه حکومت‌های منحوس حل کنن که گسترش معرفت بکنن و به سنهای فرهنگی سرزمین مادریشان بیفزایم، اما در این سرزمین به اینا جا دادن، راه دادن، حقوق دادن، خانه دادن، نشستن کارش کنه، مانکت بزرشه. این سایه قانون و دموکراسی بوده فقط. و بعد یک توضیح دادم خدمت هموطنان که اساسا این قاره آمریکا به طور عمومی اینا بیشتر زیر سلطه قدرت اروپایی بودن، به خصوص اسپانیا. اینا تا سال بین سال 1800 تا 1832 اینا استقلال یافتن و کشور آمریکا به قدرت رسیده بود. یک اولتیماتومی داد، اولتیماتومی که از کنم یک ابراز سیاست کردن، حقیقت اعلام سیاست کرد که ما تحمل نمی‌کنیم قدرت اروپایی در این قاره رفت آمد به شروع شد یا بخوان استعمارگری کنند. و کشور آمریکا به عنوان کشور ضد استعماری شناخته می‌شد تا روزگار همین جنگ اول و اینها. این رشته آمریکا بسیار درخشان بود تا می‌رسیم به روزگار از شبت که جنگ دوم آمریکا به صورت قدرت یکی از قدرت بزرگ جهان به حساب آمد. بعد دخالت در امور کشورهای دیگر این یکی ننگهایی بوده است در تاریخ سیاست خارجی این کشور، فراموش نکنید. و از که بعد که تا اونجا که به دموکراسی مربوط است اینها، سیاست آمریکا چنین بود در آمریکای جنوبی، اینا مدارس داشتن، سازمان CIA و تشکیلات در همین آمریکای مرکزی که اینها دیکتاتور سرهنگ پرداخت می‌کردن که بعد بدونن به شیلی اونجا حکومت کنند و برایشان راحت بود از سبتی در حقیقت منافع خود رو تأمین کردن از طریق معامله با یه دیکتاتور. همین کارم در کشور ما ایران کردم متاسفانه که در باب اون هم قسمت توضیح کوتاه خواهم داد. و اینا با دیکتاتورها معامله میکردن و فرضشان هم بر این بود و این دانشمندان علوم سیاسی هم به اینا میگفتن که از سبتی ما بایستی که این دیکتاتورها تقویت کنیم، هم منافع ما رو تأمین میکنن و تضمین میکنن، همین که جامعه گسترش اقتصادی پیدا میکند زیر سایه دیکتاتور و رفته رفته جامعه از پیادکار خیلی ساده شروع میکند و ابتدایی پیچیده‌تر و پیچیده‌تر میشد. وقتی که به قول معروف مؤسسات به وجود آمدند و جامعه یک پیچیدگی پیدا کرد، دیگر به امر یک نفر نیست، به فرموده نمیتواند. بنابراین الزاماً و اجباراً دموکراسی به وجود میاد بر اثر گسترش اقتصاد، توسعه اقتصادی. این فرضیه اینا بود که بعد معلوم شد این فرض غلط است، اشتباه است. گسترش اقتصادی هم یک سایه دموکراسی است که میسر هست بیشتر. و تا روزگار عرض کنم که دهه 80 اینها چنین تئوری بود، یعنی خود ما به عنوان یک کشور تاریخی و به عنوان مردم بزرگ ایران، به عنوان مردمی که نخستین بودن در
گام نهادن در میدان آزادی و نفی اول الامر که پادشاه بود و اینها، هر شبت که این داستان سبب شد که همین تئوری و همین نظر و همین ذکر خاری اینا دخالت کردن در امور ما، هر شبت به همین مبتنی بر همین نظریه که یکی دیکتاتور باشد هم امنیت رو حفظ میکنن، هم طرفدار ماست، هم معامله با دیکتاتور کار آسان نیست اینا، و این دخالت بی جایی که در ایران کردن آمریکایی ها و در 13-14 جای جهان کردن بسیار زشت بوده و بسیاری در این هستن که اگر این کشور آمریکا به جای فرنگون کردن دموکراسی ایران اگر پشتیبانی می کرد، امروز بسیاری از این دردسرها رو عرض می شود که دردسرها رو نمی داشت. و امروز هم حواسمون باشد این سنگ دموکراسی که آمریکا به سینه می زند، در صمیمیتش ما اندکی فکر کنیم و شک کنیم، به جهت این که به نظر می رسد هر جایی که منافع اقتصادی و موضوع سکیوریتی و امنیت آمریکا هست چشمش رو به هم می گذارد. شما به شما کنید این شیخ کویت رو شما به شما کنید این مردک رو مردک خاصه آقا چیز تعداد آدم ها کشته شدن، اینها این آقا رو فرار کرده و پروتیز کرده و کجا در یک ماهی که نبوده این مرد خاصه 35 زن گرفت در اون یک ماهی که صدام حسین، باز این آقا رو با ساز و دور برگردونن حاکم کردن رو شد. یا عربستان سعودی اگه شما کنین اصلا خود این ترکیب مایه ننگه، به صورت اضافه مالکیت هست عربستان سعودی با رأس کرده که توی سرزمین به این فهناوری تاریخی رو سرد دادن انگلیس ها به نام یک خانواده خاصه. در عربستان هر جا شما بروید یک میزی باشد یک نفر کشتش نشسته وابسته تو یکی از این شاهزادگان ارز کنم که فاسد این حکومت ثبت کردن انگلیسیها به نام اینها و گردن میزنن در اونجا، هیچ گونه شیعیان بیچاره رو در اونجا آدم حساب نمیکنن. تو چند سال پیش شناخته من نمیدن من شیعه دیوانه هستم تو شما کنید در یک چنین سرزمینی که آمریکایی‌ها پشتیبان این شلوغ هستن به خاطر نفس، یا سیاست دوگانه‌ای که در باب اسرائیل پیش گرفته آمریکا و بلاقید و شرط هر کاری که اسرائیل کرده در مدر اینا پشتیبانی کردن، اینا خشم مسلمان ها رو البته بیخته و این سیاست دوگانه سبب پیدایش رادیکالیست شده است و این حکومت های استبدادی هر کنند که رادیکال که هست برای سر همین سیاست دوگانه کشور آمریکا. این مطلب بنده اشاره کردم که وقتی که انور سادات حمله کرد، انور سادات بهترین جنرال عرب بوده در این دوره‌های اخیر، شکست داد آقا این خط بارنه و اینا رو شکست داد، اینا واقعا تلویزه درخشانی بود و همون حدود بود که بنده آمدم آمریکا نگاه میکردم به این صحبت‌های نظامیان اینا، فرمانده کل قوای آمریکا گفت ما دچار میلیتری دوین شدیم. میلیتری دوین منظورش اینه که انبارای ما خالی شد از بس اصلاح فرستادی به اسرائیل، کل هوایی زده بودن اصلاح به اسرائیل، بعد از کنم که تمامی حاکم هایی زده جاستی که عرض می گرفتن این ها. بنابراین سیاست دوگانه به دموکراسی منطقه کمکی نمی کند. اگر آمریکا بخواهد که واقعا صمیمانه عمل بکند بایستی با یک چشم نگاه بکنه کشور مقتدر نیست، به جای این همه بمب و از می شود که مخارج نظامی اگر گسترش معرفت بکنند از طریق تلویزیون های جدید رادیو پابلیکیشن ها کتاب ها و اینها زودتر به مقصد میرسد تا ساختن بمب‌های بسیار بزرگ و خوشه‌ای و خیلی و موشک‌ها و اینها چی می‌بینید. بنابراین حواسمون باشد که این کشور بیگانه جستجوگر این نیست برای ما آزادی و دموکراسی بیاورد، جستجوگر آن هست که منافع خود رو تأمین بکند. حالا اگر که شیوه دموکراسی یا دموکراسی در کشوری همسو باشد با منافع کن زهی دموکراسی، وگرنه زنده باد استبداد هنوز. نمونه عربستان اینا قانون ندارن هنوز آقا، قانون اساسی این کشور نداره، یک شمشیر منح سیلوی پرچم سیاهی که قدیما عربا سرش آتشکوب میکردن به قول مدهاتیا آتشکوب رو میگفتن آتشکوب و حمله میکردن به دزدی و اینها، این شده پرچم اینها و قانون اساسی هم ندارن اساسا، قرآن شده قانون اساسی اینها که آدمی اونجا شکم گنده نشسته با چیز طلا و این داستانها و این میراثدار اسلام. آقا کجا اسلام این شکلی بود؟ این عمر که بزرگترین خلیفه اسلام بود آقا لباسش 26 تکه بوده، این آقا رو زمین میخوابید نان جو میخورد،
کجا تو طلا قرض میزد عمر یا ابوبکر یا دیگر خلفا. اینها هر شبه که مردمان این جهانی هستن با غرض کردن ذهنیت عرب روزای قدیم چگونه بود. بنابراین این داستان دموکراسی خواهی آمریکا هم رسیگی بین دارد که منافعش در کجاست و امنیتش در کجاست. بنابراین حواسمون باشد به اجانب تکیه نکنیم برای آزادی و بر از خیش تکیه کند طاولت رهی وام آمدون که تکیه کند بر اطارشش. اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم برای خدمت شما سخن رو ادامه خواهیم داد. خدمتتون بشنویم دیگر باشم. باشم گرامی دیروز فرم رهندگی این سیجی بود که آقای کربلای برای ما فرستاده بود. آقای کربلای بودم میخوندن که زده بودم به شور و خیلی هم خوب خوندن. از این که بعض آواز ها هست و احوال این که شبونه هست کنم، مثلا آواز مصنوی و آواز های دیگر هست که اینها صدای خیلی صاف و صوف خواننده حرفه‌ای اینها احوال رو بیان نمی کنه.
درد اسطوره‌ای هست در این آواز مصنوعی که باید که شما درامیش شنیده باشید و نشنیدن بسیار و مقایسه بکنیم با این خواننده‌های خیلی آکادمیک و اینها می‌بینیم که نه، اون حال و احوال رو در جاهای دیگر باسته نسیم کرد. باری ممنونم از دوست گرامی آقای فرمانده‌ای که این سیده ها رو فرستادن و عرض می‌کردن که بایستی برای آزادی و دموکراسی ملت خود اقدام بکند و نهادهای دموکراتیک بسازد. گرفتاری مشکل زمین این بوده که اینستیتوشن نداشته، ما اینستیتوشن مؤسسه نداریم، یعنی قانونی ساخته شد در مشروطه بدون مؤسسات. اگر مؤسساتی هم داشتن پا میگرفتن مستبدین آمدن خراب کردن، اجازه ندادن که اساسا مؤسسه ای برای از کنند که سیانت از آزادی در کشور درست بشه. روزنامه ها رو بستن، هر می شود که احزاب رو بستن، این مجلس که بزرگترین مؤسسات ملی بود درش رو گل گرفتن و هر می شود که ما رو به این روز بدبختی و نفرت نشاندن. مؤسسات در این انگلیس که شما نگاه میکنید، این جزیره بریتانیای کبیر که از فکر میکنم اندازه خراسان باشه کلش روی هم، آقا مؤسسات فرهنگی هزار ساله داره این دانشگاه کمبریج. شما نگاه کنید این تأسیسات صنعتی شفیلد، اینا رو در فکر نگید، اینا مؤسسات این مملکت هستن. در کشور ما هیچ مؤسسه پا نمیگیره، یک مؤسسه پا میگیره از مثل نمیدونم پارچه بافی قادرونی، دو سال بعد یک دیکتاتور میاد درش میکشه کنه. نمیدونم سیمانسازی همدانیان مثل عرض میکنم، اینا نمیگذارن که استخوان بندی مملکت بر عرض کنن که تقسیم قدرت و عرض کنن که تولید مؤسسات باشه. یک دیکتاتور نحسی میاد بگذارن نه، خودم مؤسسم، مؤسسه تاریخ هستم، مؤسسه آینده هم هستم، نماینده فرهنگ هم هستم. تازه آخوندها که آمدن، این آقای سلطان علی شاه آمدن که نماینده امام زمان هم هست، این کل مؤسسه اینه. و داستان های مربوط به از کنند که اینها رو اشاره کردیم در باب اصطورت که امریکای جنوبی که چگونه در نیمکره غربی امروز ما استبداد فقط در کوبا داریم، در کوبا، جزیره کوبا تنها جایی که مردم آزاد نیستن و این مؤسسه فریدم هاوس خواهش میکنم مراجعه فرمایید، ما بسیار میتوانیم بیاموزیم که خانم روزولت در 1941 بنیاد کرد. این یک مؤسسه بسیار بسیار معتبری نگهبان آزادی و دنبال میکنه قضایای حقوق بشری و آزادی رو در جهان و در اونجا کشورهایی که بهترین نوع آزادی مطبوعات و غیر عضوانه آزادی های فردی و سیاسی دارن اینا رو بشه نمره یک میده، مثل شیلی، مثل سوئد، مثل لهستان، لیتویا، لیتوانیا که اینا همه زیر کشوری کمونیست شوروی بودن، امروز شمارشون یکه و ماشاءالله از کنم که خدا برکتش بده. عربستان سعودی 7، 6 و 7، ایران 6 و 7، اینا بدترین دیگه از اصل و ساکلین هستن به لحاظ آزادی سیاسی و آزادی های اجتماعی و فردی. اینها رو همه ما شبیه کردیم از سبت که بعد موضوع چین که چونه در چین وقتی که لین نامی آمد و آثار لاک رو ترجمه کرد بیشترین خوانندگان رو در چین پیدا کرد، در همون کشور خودش پیدا کرد. این لاک بنیانگذار دموکراسی هست، بنیانگذار لیبرال دموکراسی این آقای جان لاک هست و برنده شده است. وقتی ما نگاه میکنیم به این کسانی که نظری پردازان بزرگ در کار جامعه و سیاست بودن، از قبیل هابز، از قبیل مارکس، از قبیل لاک و دیگران، لاک برنده شده امروز. همون راه لاک رو میدوند، یعنی از کنند که ساختار دولت مبتنی و تقسیم قوا و نگهبانی کردن از یکدیگر، چکس اند بالانسز به قول خودشان. و از کنم که وقتی لاف ترجمه کرد میشتن و چین به سرعت از کنم که خود جمعیت چین اصول دموکراسی میاندیشید، اینها که باز سرکوب کردن بازمانده کمونیست و سیدای قدیم و امروز هم وضعیت چین چنان است که کشوری است که آزاد نیست، not free به قول تشکیلات فریدم هاوس. و از شبت که بعد در باب کشور اسلامی سخن گفتیم و اینها که روشه بدبختی و نکتاتی دست و پا میزنن متاسفانه در آفریقا، خاورمیانه و جاهای دیگر، هنوز یک جامعه اسلامی به آزادی نرسیده. البته ترکیه که پارتلی فری هست، یعنی تا اندازه آزاد، این به اثر شمشیر آتاتورک و جاذبه های شخصی او و جاذبه این که ارتش رو گذاشته است که
هر میشود که مواظب باشد. حالا این دوست طریق تنس مثلش گفتنی نیست بود. این اسلام حضرت از این عرید که تا نیست رفتی تو شکن اما شد کرده اینا. اگه بخوایم فشارش بدیم بیشتر کاره میکنه، بخوایم درش هم بریم کاره میکنه. اینا این جراح قابلی میخواد بیهوش بکنه و از کنم این رو در بیاره و فلسطین بزنه بکنه. این اره رو در بود آقای آتاتور ارتش ترکیه رو گذاشته محافظ این اره که آخونده بر نگرد. در واقع چون نیکنگریم هم مثلا حضور فاروق این اسلام عزیز به مثلا یک پیر مرد خرس قدیمی بوده که خواب بوده در منطقه و خانواده ما انسان های من اون منطقه پیر مردی که در روزگار جوانی در بهترین روزهاش جنایت می کرده، سر گردنه می گرفته، تجاوز می کرده، تحمیل هم می کرده، خودی سرقت می کرده، می گفتی گذی برده بس روز رو دوباره. اما در واقع الله گذی چیز خوبی مثلا می گم. حالا این پیر مرد خرس رو که از میشه وقتی سوادش و جهان بینیش و اندازه کلاس 3 ابتدایی امروزی به طور متوسط در جهان، این آقا رو بیدار کردن یک همشیر هم دست میشه سبیل جان ما. آقا این باید که میخوابید همون تو مسجد خوابش میبرد بهتر بود، برای فرد اون طرف خوب بود، از تاریین برای فرد اون طرفه قبر به اون سو. بس از کنم که در سوال جواب بحث خیلی خوب مطرح شد که البته فرصت نیست که من همه گزارش رو به شما در اینجا عرض کنم و اجازه بدید بگذاریم از اون مطلب سمینار دیروز و مجدد سپاسگزاری بکنم از هموطنان عزیز و آنقدر مهر و محبت در حق بنده است که نمیدونم چی بگم واقعا چه جوابی بدم اینا برای میسر نیست واقعا با سلام از دور نزدیک از کوچه کنار ایران در هر شهری که بنده میرم اینا این محبت دوستان و انعطافشون بسیار بسیار بیشتر از لیاقتهای من هست. حالا بگذاریم یک نامه هم دوستی دارم که در ارتباط با اکبر گنجی است. نام این دوست محترم رو من اعلام نمی کنم براتون بخونم. یک لمسی از منطق بکنیم این روز خدمت شما عرض کردم که اعتقاد دانش نیست. اون مثل اول از خدمتتون که یک شخصی گمان میکرد معتقد شده بود که اگر از اون پل عبور بکند سالم میرسد، اما به میان پل که رسید پل شکست و به ته دره افتاد. اعتقاد تا زمانی که در بوته آزمایش مشاهده و تجربه قرار نگیرد از شبه که به دانش تبدیل نمیشود. این داستانی که فیلسوفای قدیم میگفتن تا هر قرن جهان همه این معتقداتی بود که بیشتر هم غلط بود، فقط فایدهش این بود که افکار رو تحریف میکرد، اندیشه ها رو تحریف. یکی میاد میگه من معتقدم که این نوری که ما میبینیم در این آسمان ها اینا اجرام نیستن که شما خیال میکنید. این دنیا به صورت استوانه است، سوراخ سوراخ ما توی استوانه هستیم، این نورا که میبینیم از این سوراخ هاست. این یه اعتقادی بود مثلا. یکی کسی میامد مثل استاد بزرگ ما رازی میگفت که آقا این هیولا قدیم است، من معتقدم که این هیولا قدیم است. هیولا یعنی ماتریال ماده و بعد نفس به هیولا آویسته در خلقت جهان. این اعتقادی بود. هیچ وسیله و ابزاری برای تحقیق در ارتباط با صحت و صغر این عقاید نبود، اینا معتقدات بودن. تا اینکه علم به میان آمد و وقتی یک نظری به میدون به میان افتاد اون رو مورد آزمایش قرار داد که صحت و صغرش رو معلوم بکنه. با مشاهده و تجربه هست قضایای حقیقی هستن یا پیشینی هستن، یعنی کاملا بر خرد مطلق اینها مبتنی هستن. از کنم پیچیدی مثل که بکنیم که دایره بگیم لازم نیست ما را بیستیم تحت سیهای دنیا ثابت این دایره گرد است، خودمون بگیم دایره. یا علم ریاضی که یک و علاوه یک برابر است با دو، این نیازمند آزمایشگاه نیست. اینا میگن قضایای پیشینی یا قضایای تجربی هستن که ما در آزمایشگاه میتوانیم صحت اینها رو به ثبوت برسانیم. یا حالا به قول این آقای پوپر آمده است میگه که نتوانیم از میشود که نفیش بکنیم. حالا به هر دلیل باری در آزمایشگاه که معلوم میشود، یعنی فرض بفرمایید که اگر ما بخواهیم که این قدرت یک محصول آهنی رو تنسایل استرنگ به قول معروف ما بخواهیم که چقدره،
این رو میبندیم به یک سطحی شروع کنیم وزن اضافه کردن. میبینیم 150,000 فرض کنیم تان گذاشتیم، هنوز یک سانتیمتر مربع سطح از این، یعنی به کلوفتی چیزی که به کلوفتی سطحش یک سانتیمتر مربع باشه یا یک اینچ ایستادگی میکنه. تا 149,999 تان که ما بذاریم بعد یه تان اضافی پاره میکنیم. پس میگوییم که این تنسال استرنگته. مثلا میل پولادی 150,000 تان پر سکوئر اینچ بر اینچ مربع یا بر سانتیمتر مربع مثلا عرض میکنم. ولی این کافی نیست یک آزمایش. در جاهای دیگر، در مواضع دیگر اینا آزمایش ها ادامه دارد، باید ادامه داشته باشد تا معلوم شه. باید حتی این مطلب و این ادعا که عرض میکنم که نیروی کششی یک محصول آهنی به سر که یک سانتیمتر مربع سر 50,000 پاوند هست مثلا عرض میکنم. اینها بنابراین معتقدات، اینها علم نیستن، اینها عرض کنم که بسیارش موهومات هست، بسیاری از اینها حاصل خرافات هست. اینها وسیله و ابزاری برای تعیین صحت و سقم اینها نبوده. این دین هم آمده چنین ادعاهایی میکنن. آقا انسان رسته ها بخیر از جل پخته نمیدن جل پوزه گرمی به وسیله که نیست که براش که اینها یا اون کسی که این آیه رو نوشته پایان لغمان سوره لغمان که آقا هیچ کس نمیتواند بفهمد که بارون میاد، هیچ کس نمیتواند بفهمد بچه در شکم مادر، این پسر است یا دختر است. اینها چون ابزاری در دست نداشتن برای این آزمون هایی بفهمید بچه پسر است، گمان میکردن که بچه هرگز کشف نخواهد کرد. اینه که با قاطعیت این عقاید غلط و پوسیده رو مینوشتن که این کتاب ها بیدن دست جامعه. این تبدیل به دوگ میشه، تبدیل به مجموع باورها میشه. به خاطر این است که عرض کردم دینی که با عقل منافات داشته باشه دین نیست اساسا. و امروز بخواه خطرتون ارز کنم تفاوت بسیار هست بین بلد بودن و شناختن. بلد بودن شناختن نیست. اون دفتتون که کن میگید کنار خیابان نمیدونم شارج های قدیم نمیدونم چی شده الان شریعتی تاکسی میاد. آقا این تاکسی شفر تاکسی خیلی ریلکس و راحت میشسته طور عمل و استاد کار خود بلده. ایشون بلده رانندگی، همه آیا شناخت این اتومبیل داره؟ فکر می‌کنم یک نفر به تنهایی بتواند شناخت کامل پیدا کند به همه اجزای اتومبیل و به همه آلیاژ هاش، انجینش، نمی‌دونم داستان موتورش و پیره و زاده و ترمودینامیکش و پیره و اینا. این راننده شناخت نداره، این بلده. یا اون خلبانی که هواپیما رو از کنم راهبر هست و با 300-400 مسافر، این آقا بلده این رو حرکت بده. اما سالها طول میکشه فقط در باب بالهای این هواپیما و از هیدرولیک این هواپیما و کامپیوترهاش و دومش و این ایرودینامیکش و خیلی بزاره. بنابراین شناخت بسیار تفاوت دارد با بلد بودن. و این یک بحث عمده ای در فلسفه همین آقای هایدگر که فقط در بابش صحبت میکنیم. اما بلد بودن شناختن نیست. بسیار کسان هستن که دیدن شاهنامه رو بلدن، یعنی شما نگاه میکنیم اینکه لغاتش پهلویش هم بلده دلان جزئیات و سرط و محلیش، اما کتاب رو از بن نشناخته. پس فراموش نکنیم دو چیز، یکی اینکه اعتقاد دانش نیست، یکی اینکه بلد بودن الزاماً شناخت نیست. بسیار تفاوت میکند بلد بودن و شناخت. شناخت یک موضوع بسیار بسیار وسیل تری. این ارکان که به میان آمده از همین جاست بنده گمان میکنم. چون این آخوندها هست کنن دین رو بلدن. آخوندهای جهانی رو میگم خدمت شنا، یعنی این که نمازشون رو کنه روزش رو میگیره برای اینا. این که بینا گفتن کشفین و ارز کنم هر آدم فرزانی در هر گوشه گیتی که ما میشناسیم، از ولتر بگیری تا حافظ، از خیام بگیری تا از کنم که گالیله، اینا نرد کردن این آخوندها رو به خاطر که اینا مکانیک هستن، مکانیکای دین هستن. هیچ عمقی اندیشه های آخوند نداشته در تاریخ انسان. خب ببینید ما 1300 سالی آخوند داریم در مملکت. آن آخوندهای گردن کلفت مفخر بسیار بودن، مثل غزالی رو نمیدونم از کنم اون یکی امام فخر رازی و امام الحرمین و اینا مکانیک دین بودن. اینها
هیچ عمری کار اینها نداره. حالا غزالی بهتر نیست، من اگه شما نگاه کنید آدم حالش به هم میخوره. آقای آسید ابوالحسن اصفهانی بزرگترین آیت الله چیز فلان بیاد که اتقای شهبت خوب و چه شیر خار نشتن. خمینی هم همین رو در تحریر الوسیله میدونم نوشتن. حالا من تحریر الوسیله نمیدونم نکنم، اما من کتاب صراط النجات رو مردک رو دیدم. اینا پوستهی هستن، قشقی اینا بلدن، دین رو اینا بلدن. عرفا آمدن تعبیرهای عظیم اینها و وسیع و انسانی از قضایای دینی کردن. اونها رو ما عرفا عرفه یعنی شناس و حارس یعنی شناسا و جنبه های عظیم انسانی شد که آخوندها سر نمی تاختن از کنن که سخنان عرفا رو به اندیشه های نگو. فرقه زاله صوفیه خراب کنید آقا، خراب کنید این حسین اینها رو بگیرید این صوفیان رو به زندان بیاندازید و اینها. اینا مکانیک بودن، اینا بلد بودن به مکه رفتن و اینا نماز بودن حیض و نفاس و کفت زهر مرال رو ببخشید. اینا رو اینا بلدن، اما شناخت درست نسبت به هیچ چیزی ندارن اینا. خونده و هرگز نداشتن، کما اینکه شما از نخستین تعلیفات آخوندی که شده است از روزگار قرن 56 تا به امروز شما بیارید آقا، بیارید پیشندش چه بوده. تحریر الوسیله، زهار الانبار چه بوده؟ بیارید آقا بذاریم اینجا روی میز خودتان، یک ربایی خیام هم بذاریم اونجا، یک ربایی خیام، یک بیت حافظ، یک هم بیاد بگن یه نصف شاهنامه، نجس میشه کار مقدس در کنار اینا قرار بگیره. ببینید آقا اینا چه معرفتی داشتن، چه اندیشهی داشتن، فکرشون کجا کار میکرده. بنابراین بلد بودن شناخت نیست، اما تا اونجایی که به این اسلام عزیز مربوط هست بسیم این ناور میخوام خدمتتون بخونم. دوست محترم آقای اکبر گنجی نوشتن، میخوام امروز در باب مغلطه قرائت هم صحبت کنم. خب در برنامه آقای اکبر گنجی در برنامه صدای آمریکا روز شنبه 31 تیر ماه حتما صحبت میکردید از قرائتی صلح‌آمیز از اسلام که گفتید حضرت آیت الله منتظری کدیبه و سروش عبدالله نوری پیروانم. ببخشید یک تفکر عوام فریبانه بندگیرا سنتگیرا که دوباره ملت نجیب ایران برای 1400 سال دیگر گرفتار کن می کند. 1400 سال از ملت ما زیر سایه اسلام به ذلت و خلاقتی گرفتار شده که هیچ کنه خلاصی ندارد و جز ترد و رد اسلام قدرت اسلام. پایه اسلام در قرآن است و سنت پیامبر. زمانی که مردم از شهاوت و قساوت اسلام و عقب ماندگی اون و ترمز اون برای پیشرفت آگاه می شوند و می خواهند زنجیرهای ذلت را پاره کنند، چون شمایی چون آیت الله منتظری و سروش و غیره به کار می کنید و داد قرائتی نو مهربانانه و صلح‌جویانه از اسلام سر می دهند که باز مردم ها را در ذلت بنیادگرایی و خرافات نگه دارند. بله میگوید که حالا که سخنان تو اینا میزن در حق آقای گنجی کرده این هموطن گرامی، بعد میگوید پای اسلام قرآن است. قرآن میفرماید چنین و چنان، یعنی گوری مؤمنین نیستن از دایره خطاب بیرونن، گوری که مؤمن نیستن از دایره خطاب بیرونن و شما میگویید باشد نمیشود، نمیشود که حکم قرآن و از این دور سخنان رانده. و باز یک آیه آورده است اینجا، میگوید آیه 89 سوره نساء، مشتکین را هر جا یافتید بگیرید محاصره کنید در کمینشان باشید و بعد در جای دیگر این ملعونان را هر جا بیابید بگیرید تا به شنیدنی بشید بکشید. در احزاب که آورده بکشید آنهایی حالا از این داستان ها و سراسر دیوارهای ایران در سراسر نوشتن ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا درواتن بل احیان اند ربهم یرزقون، این اونهایی که در راه خدا کشته شدن مرده نپندارید بلکه اونها زنده اند و پیش خدای خود روزی میخورند. این نامه که دوست محترمی نوشتن هر میشود که و از این گونه دوستان بسیار هستن که چنین میاندیشند. این مغلطه هر میشود که قرائتی جدید این هم یکی از اون مغالطات است. یعنی ما وقتی ما میدونیم که آقا قرائتی جدید ابتدا به ساکن مقر هستیم که پس قرائتی دیگری هست که ما میخواییم قرائت نرم تری رو بیاوریم. این آخونده ها هستن که اینا اصل اسلام رو شناختن.
این آخوندها هستن که آقا این زرد ما کجا بدانیم تا حالا شما آمدید یه قرائت جدید آوردید. یعنی قرائت جدید یعنی ماسمالی دیگه، یعنی مالکشی، یعنی حالا به بزرگواری خودمون نبینیم این آیات رو و عرض کنم این تعصبات رو نبینیم، با مثال مربوط حقوق انسان رو نبینیم، این داستان سرگردنه ها رو نبینیم، این داستان لغات مقدسه کافر و زندیق و محارب با خدا، این حالا به بزرگواری خودمون بگذاریم. حالا چه اجباری داریم که این کار رو بکنیم؟ دوست محترم آقای جنچی، آقا این اسلام یک دین است و سرده ادیان باید این به سینه های مردم، به دل های مردم واگذار بشه. حالا شما آمدید تازه یه قرائت جدید، اینها لغلغه زبان و اینها مایه بدبختی من بسر هستن. آقا در تمام کشورهای پیشرفته جهان شما نگاه کنید در همه جا دین محترم هست. آقا محترم هست به جهت این که بر قدرت نیست، به معنی که دین وارد قدرت هست هیچ احترامی ندارد، باید با جنگی. قرائت جدید، قرائت منتظری، آقا این مزخرفات دیگه واقعا شرم‌آور. ببینید کنار آقا نوشته معنیش هم معلوم هست، چه قرائتی؟ این آقا بکشید کفار رو بکشید، این چه قرائتی ما باید بکنیم؟ چه ماسمالی و مالکشی باید بکنیم؟ که حالا دوباره حالا هم 30 سالی قرائت آخوندها و قدرت بوده، یه 60 سالی هم قرائت گنجی بیاریم ببینیم چی میشه. در حالی که در بوته آزمایش آقا تاریخ انسان، این انسان خاکی که نمیدونم چند میلیون سال در این کره زندگی میکرده و تا دیرگاهی از شر این ادیان محفوظ و مسکون بوده، به طور طبیعی حیاتش ادامه میداده، گرفتار شده است به این چنگال دین اولوالامر و اینا، بعد این نتیجه رسیده است، اوغلا به این نتیجه رسیده آقا این دین و سیاست مثل خواب است و روغن. اینو بنده از یک متن فارسی دیدم شاید 7-8 سال پیش، آقا دین و حکومت به هم نمی آمیزد مثل آب و روغن، و دینداران بزرگ اساسا خودشون رو وارد داستان سیاسی نکردن و نخواهند کرد. گذاشتنش کنار، گفتن آقا این دین به سایکی مردم مربوط است، برداشت های مختلف مردم مربوط است، که تعداد مسلمانان جهان قرائت ما داریم، هر کس خدا رو یه جوری می‌بینه. معنی این حرف این هست که این اسلام دولتی و حکومتی باشد، اما یه قرائت شدید. خب چه قرائت شدید؟ این داستان پوسیده دیگه، حیثیتی نداره. سلام کن قرائت شدید درست کنیم براش. این حرف ها رو حرف کنم که این نمیدن ملی مذهبی، من نمیدنم ملی مذهبی نتاستان ملتر نیست، کسی به عرضش های این کشور، عرضش های انسانیش و تاریخیش معتقد باشد اساساً مذهبی نیست. مرتقه میستم چیزی به نام ملی مذهبی وجود داره. بله این هم یک نامه بود که خواستم خدمتتون بخونم. فراموش نکنیم اعتقاد دانش نیست، بلد بودن شناختن نیست. اجازه فرمایید که یک موسیقی دیگه بشنویم به انتخاب سامان گرامی و برمیگردیم با شما هموطنان عزیز صحبت بکنیم. مدتی با هم صحبت نکرد. Thank you.
شما هموطن گرامی موسیقی که سامان پخش کرد این وقتی شنیدم متوجه شدم چه چیزی یکی از زیباترین کارهای استاد جدید شهناز در ماهور هست که با ایرج خواننده بزرگ ایرانی اجرا کردن در روزگار قدیم ولی به صورت این برنامه تلویزیونی روی نوار بوده و سامان از اینجوری که صدای کمی کشیده شده روی نوار اونجا که هست صدا طبیعی نبود اما اینکه از زیباترین ماهورهایی بوده است که بنده شنیدم بعدم استاد باید کنم که شاگزارشون تموم شه ایرج این آواز خیلی رشیدی در ماهور خواندن و بعد یک ترانه قدیمی این مربوط است به قدید شاید 35 سال پیش خیلی با هموطنان صحبت کنیم روی بر شما بفرمایید الو سامان جان فعلا نمیاد اینجا الو خواهد شد بسیار خوب بله هر سبت که این وقتی روی نوار میاد موسیقی روی نوار قدیمی بر اثر کثرت در استفاده و اینا خراب میشه و اصلا متاسفانه اما خوشبختانه تکنولوژی جدید که همین تکنولوژی دیجیتال هست باعث میشه که اینا شسته و رسته و تمیز اینا باقی بماند برای روزگاران بسیار بسیار دراز بفرما قربان جانم قربان بفرمایید سلام شیرین بفرمایید قربان سلام عرض میکنم خدمتتون و از شنوایی درد میکنم متشکرم تقدیر سرکار از زحمات که میکشیم و راهنمایی و آموزشهایی که به ما جوانهای داخل کشور ارائه میفرماییم من یه مثلا تقاضایی از مکتبتون داشتم خواهش میکنم پس از این تقاضا میخواستم در رابطه با این سالمزار استاد جلیل شهناز رو عرض کنم که این دومایه ماهور بود که به اصطلاح فرمودی کشیدگی صدای کشیدگی نیست اون شیشستم ترکیریم که افتاد شکست خاص و دوباره برگشت به ماهور نه عزیزم خواهش میکنم دیگه در زمینه نفرمایید بر قدیمیست این خود من چندی باری نوار دیدم صدا سالم به گوش نمیاد این رفتی نداره به مسئله که میفرمید حالا بفرمید عزیزم بفرمید احساس کردن که شاید رفت نیست نمیفرمید من سوال این موسیقا مفیدی در رابطه با این مثلا فرهنگ پیدایش فرهنگ ترکم من که فرهنگ میشه که از چه به مثلا باشی رو خوشید به مثلا رفت مورستون شد خیلی ممنون میکنم قربان شما ممنونم از شما این داستان پرکم از کردم دو مطلب هست که اینا کهنگی نمیگیره یکی داستان پرچم هست یکی موضوع زبان فارسی مرتب این سوال ها هست این داستان پرچم خیلی قدیمه عزیزم یعنی شما اگر مراجعه کنید مصون کهن ایرانی مثل این داستان شاهنامه فردوسی و بعد از سبت روزگار بعد از عرب این داستان شیر و خوشی این پرچم ها بوده همچنان که ستاره بوده ماه بوده پیکر گراز بوده فیل نشان بوده غیره و ظالم اما این شیر خوشی رو خیلی دوست داشتم و رسیده از در زمان نادرشاه بوده از سبت که شما قصیده خاقانی رو بخانید قصیده مشهور خاقانی ایوان مدائن از این از همان صفه که از حیبت او گردی بر شیر فلک حمله شیر تن شادروان یعنی این که در این رسیلات ساسانی پرچم بلند اونجا به چه شیر فکر بود و شیر فلک حمله می کرد یعنی وقتی باقی وزید چنان بود که بودین شیر داره حمله می کنه به از کنم که شیر فلک که این بود که اصلا نجومی حالا باری اینا ادامه داشته از این شیر خوشی تا روزگار قاجارها و از سبت که شمشیر در زمان آقا محمد خان قاجار به دست شیر داده شده و در قانون اساسی بند پنجم هست اگر خطا نکنه اگر اشتباه نکنه که نزوی از علامت رسمی دولت ایران شیر است و خورشید شمشیر هم نیست این شمشیر چیز نهت عربی شمشیر کش هر میشه که دست این شیر هست این شیر اضافی است به معنی من همون گونه که عرض کردم در این سرود ملی برای که این تجمیه نظری بشه برد البته این قضایی شوخه نیست که این کار انجام بده این باید این توسط مجلس ملی و کارشناسان هر شد این همین آهنگ ایرانی لحظ پربرز بسیار هم زیبا هست
این حسابت این ذره گوهر اینا تو زیاده به نظر من اینو باید این بیشت اشاره به مردم باشه تا به ذره گوهر خواه. البته هم روزگاری که ساخته شد خیلی عالی بوده اما باید تحسین بشه. یکی هم این داستان شیر خورشید که البته این روز پرشم ایران یکی عنکبوتی بسیار زشت در میانه که اشاره به دین دارد، نه به این فرهنگ، این قوم، این مردم و به تاریخش. این ها از الله، حالا فرض کنید فردا مردم میخوان جیلش معوض کنن، این الله مدینه چه کار است میانه پرشم آریای ایران؟ مردم گیر شدن در باقی پرشم. البته از کنم در جاهای رسمی خب همین عنکبوت نیست که این آخوندها ساختن یا چیزی که هندی هاست انگاه در باب اون مفتدی که اشاره کردیم تو همه شما خطا این نبا قدیمی تو های سالم گوشه بفرمه بابا بفرمه. سلام از گنده میشه. سلام از گنده بفرمه بفرمه عزیزم. بسیم به جناب مشکل خواستم خدمتون از کنم که اگر در آینده که اونها به همین احوال پیش بره و یه آزادی خواه دیگه ای که شما به مدین بیا و اگر این چهار بزرگوار پشت سر از اون رو بره پشت سرش بذاره حتما مرد شما در کنار اینها خواهد. خواهش میکنم عزیزم. خیار داریم که اقتدار که از حضورتون داشتم این که میتونم موقعیتش مناسب نیست ولی اگر میشه به بحث این راجع به موسیقی چون میدونم شما از موسیقی صاحب نظر هستید. خواهش میکنم مثلا در هفته 15 دقیقه این سیوری درباره نحوه ساختن سازها یا دستگاه موسیقی بله هر زمان اینها رو اگر محبتی بفرمی کنیم من بلخه میدونم که از فرهن ما بله ممنون شما از حضور تو من از شیرینگ و باهایا خدمت میزنیم درود بر شما. ممنونم محبت میکنم که خیلی لطف فرمودین بسیار لطف کردین در حق من اشتراک که ضربه این قصری گفتید خیلی مهم هست چون تا اونجا که به سازها مربوط هست سازهای ایرانی این تاریخ تطور سازها خیلی نقش مهمی است یعنی گویای تاریخ ایران زمین هست همین موضوع موسیقی و عیب دیگری که در کار بوده این بوده است که اگر استاد میآمد و با رنج خود ارز کنم که زحمات خود فنون ایران مختلف دوباره با این سازها و اینها رو به کسی یاد نمیداد متاسفانه به همین دلیل هم تجاربش با خودش بیر از در قرب هم به همین وش بوده تا بعد که داستان آقادمی شده است و اینا وقت و غرب شده و داد علم در آمده تا اونجا که به دست استادان بود اینا به کسی یاد نمی دادن. خیلی مفید هست که از سبب که این مطالب گفته میشه از صاحبان نظر هم از کنم که استطلاع میشه بعد به قول عرب ها و این معانی در جامعه فراکنده بشه که به چه در ابتدای این کار تو من قد دوست داریم به چه رسولش تو دماغیه به قول محروف این برمیگرده به شکل کاسه و آکوستیک کاسه ساز به اون تشکیلات داخلش مثل قلبیونه یا فرض کنیم صدای کمانچه چرا این شکلی است و به چه دلیل اساسا در مشهد چوب سوت استفاده میشد برای ساوند باکس یه جعبه صدا چرا دفعا سروس استفاده میشه چرا در شب سوت استفاده میشه اینا مسئله فنی مفید هست که در باب این هم صحبت بشه این هم علمان های مهم فرهنگی هستن بفرمید درود بر شما درود بر شما سلام بر شما سلام بر شما همگل سلام ممنونم خانم بفرمید تنگی زنم از کجا زنگ میزنیم؟ خود شما من از تهران ایران بله خدا میتونیم بسیار بسیار بخواستم واقعا از آقای مهندس شجری تشکر کنم جوان کنیم آقای بناب مشیری خود ایشون همه واقعا آقای نیبودی میخوام بگم که ملت ایران رو واقعا کنید اصلا عوض کردن یعنی ملت ایران دیگه اون ملتی واقعا اصلا هنگ با هم زیستن عدم فکر کردن هر یاد گرفتن خیلی کار مهمی کردن اینا من باور کنیم عید و مسافرت بودم وقت شمال بودم یعنی حتی اون افرادی که محلی اونجا بودن من میدونم ماهواره دارن اصلا اونا عوض شدن خیلی واقعا خدمت بزرگی کردن بعد اشان بخواد ببینم مشیری کتاباشون رو چی بیری میتونم من سعی میکنم ممنونم عزیزم متشکرم همه دیگر نداریم؟ نه من فقط مخواستم اگه میشون که با من خودم مخواستم تشکر کنم بگم شما خیلی کار کردید تو این چند سال نگم ملت که چی کار کردید شما یه ملت روشن
تنگ کردیم که اون رئیس مثلا نمیدونستن اصلا کتاب چیه، نمیدونم دین چیه، فرهنگ چیه، دموکراسی چیه، همه اینا. واقعا اصلا به نظر من آقای منظور شجری یک کاری کردن که باید در تاریخ باید ثبت بشه. ممنونم عزیزم. هم دیگری نداریم؟ خانم اجازه بدین خدمتتون عرض کنم. متشکرم از شما. اجازه بدین عرض کنم. ببخشید خدا. پیدا بود که خانم گمان می‌کردن با دست تلویزیون پارس صحبت می‌کنن. اما مسائلی که فرمودید خیلی جالب بود، خیلی خوب بود. باعث خوشحالی، باعث دلگرمی. ممنونم که زنگ زدید. بنده نمی‌دونم خانم دکتر. من زنگ زدم به دفتر تلویزیون پارس. در باب کتاب هم که البته کاری که ما می‌کنیم در ایران ممنوع هست، این است که بعض اوقات توسط مسافری کسی سفارش میکنه دوستی خدمتتون تقدیم میکنه. درود بر شما. بفرمایید. الو. بفرمایید خانم. آقای مشکلی جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام بر شما. آقای مشکلی چند وقت پیش خانومی به شما زنگ زدن از ایران، بعد ناراحت شدن از اینکه ایرانی بودن یا نمیدونم جاهای دیگه، کتابی در مورد ایران و فرهنگ ایران و زبان ایران و اینا رو نوشتن، توضیح کردن به ایران که ایرانی ها هیچی نداشتن، فرهنگ نداشتن، زبان نداشتن از این برنامه ها. بعد من میخواستم فقط کتاب رو بگم که من خودم چند سال پیش خوندم که اینو یه عرب نوشته که دکتر عرب بوده که از نمیدونم مصر کجاست. اسم این کتاب هست اثر پند فارسی بر ادب عرب. خب زندگی خوندیم؟ بنده نخوندم، نه ندیدم عزیزم. آها شما من ندیدم این کتاب از کجا میشه سر میکرد. شما خودم هم یه نفر اینجا داشت، من تو اروپا هستم، گرفتم و خوندم و این کتاب واقعا ثابت میکنه که کی فرهنگ نداشته، عربا نداشتن یا ایرانیا نداشتن. ممنونم از شما عزیزم. متشکرم. همین دیگه نداریم. قربان شما، شبتون بخیر. قربان شما. متشکرم. همین شما که در این ارتباط با این سخنان که به میان بیفته در باب ایران و عرب و اینا، باید که خیلی حواسمون باشد که کارمان به قضایای ضد بشری نرسد، یعنی به تعصبات بیهوده ملی و برکشیدن بیهوده ایرانی و خار انداختن بیهوده اعراب و یا ملت دیگر و اینا بسیار زشت است. اینا نقض غرض هست. ما جستجوگر حقایق هستیم و آن این که این سرزمین غنی و قدیم و پربار که همواره از کنم که خدماتش به مدنیت لاهم بوده و جاری بوده، اینا نقاط درخشان داشته، دولت‌های بزرگ داشته، از کنم که هنر بسیار غنی داشته، تشکیلات سیاسی عظیم داشته و بسیار کارها کرده. یه گروه آمدن قلم به مزد هستن، از کنم کنار دست این آخوندها نشستن و اینها از شبت که دارای اعتباری در جامعه علمی ایران نیستن. همین آقای که کتابی نیستد سلم آقای ناصر نمچی، اینها قلم به مزد هستن. اینها از همون گروه هستن که قرار بود ایران رو بفروشن به دوستها، موفق نشدن. این روز آمدن چینه های دیرین خود رو نسبت این کشور به این من بگرد دیدی برگ نشان. حالا اون آقا چی نوشتن اینا بنده نمیدانم، اما انسان محقق کسی که جستجوگر حقیقت هست اول چیز که باید اراده کند تعصبات هست. سخن ما این است که ما سپاسگزار نیستیم از این اعراب که آمدن ریختن به مملکت ما و از کنن که برباد دادن. اینا حقایق تاریخی، حقایق تاریخی است که انگیزه اصلی پشت سر از کنن که حرکت اعراب مسلمان سرقت بوده، دزدی و غنیمت بوده، وگر نبود نمی آمدن، حتی اصلا به میدان نمی آمدن. کما اینکه یک بار که پیغمبرشان تعلل ورزی در تقسیم غنایم، اینا عباشو بردن، عصاشو بردن، اینا قهر کردن که آقا ما اومدیم شمشی داریم برای پول، برای دزدی، برای شطور، اینا چرا نمیگی؟ اینا حقایق امر. حالا دیدم بعض دوستان خیلی روشن که تا این اندازه را هم در نمی تابند. بله آقا این سخن. آقا اینا آمدن
پدر ما رو در آوردن، تجاوز به مادران ما کردن، اینا از ما تشکر دیگه نباید بکنید. اگر این آیین چیزی بر حقیقتش زیره ضرورت شمشیر نبود، خودش گسترش پیدا میکرد. کما اینکه سخنان بودا گسترش داد، سخنان مسیح، اگر مسیح شمشیر کشید سر گردن نگرفت، جایی که امر به کشتن این و اون داد، کافر را بکشید و نمیدونم چیز سر ببرید، اینها دلهاشون به خدا سیاه کرده است. و اگه خداشون دلهاشون سیاه کرده، به تو چه ربطی داری که جز اینا رو بکشن؟ اصلا خدا کاره هست یا نه؟ اگر خدا کاره هست، خودش از عهده دشمنانش بر نمیاد. شما باید که خنجر بکشید، بمب بردارید، دشمنان خدا رو بکشید. چه خدای ذلیلیه این الله مدینه. یه رسالی داریم خانم. درود بر شما، بفرمایید. آقای مسیح سلام. سلام بر شما. روز شما بخیر. من سوال داشتم. من چند سال قبل قرآن با ترجمه خوانده بودم. من گفته بود که شما با یهودی و مسیحی اعتماد نکنین، دوست نگیرین. بله همینجوره. و من با این مسلمانایی میگم که میگم ما مسلمان هستیم و وسط قرآن کتاب خداست و این چیزش بناحق نیست. اینا به چطور جرأت و چطور بشری میان در امریکا زندگی میکنن در ملک مسیحی و بعدا هم تقدیم میکنن؟ خب معلوم دار باید دیگه امریکایی ها یا مسیحی ها یا هر دین دیگه به دین اسلام به دین شرک و به اعتمادی نگاه کنن. به خاطر از اینکه در قرآن نوشته که بجا مسلمان ها فرض کنن یا تغییر بدن لحظتون صحابت این شک اینا میمونن. بله. و یک سوال دیگه داشتیم از شاعر بزرگ شهریار در چه وقتی میزیسته و چه وقت سال کرده اگر اتناس کنیم مهم ها در ما بگنیم؟ بله متشکرم عزیزم، درود بر شما. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما. حالی شاید که استاد شهریار زمان انقلاب ایران در حیات بودم. بنده بیاد دارم زمانی که من سردیز بودم بعض اوقات استاد رو میدیدم. از آزنان بسیار بسیار پهنسار بود استاد شهریار. پنبه هایی در گوش مدن زنان میرد و همواره منزلش محل تجمع خوزلا بود. دیدی که کسانی که از آذربایجان میمدن و از سادی جمعه بسیاری سابقه میمدن خدمتش. شعار بزرگی بود مرحوم شهریار، حالا مت خمینی هم کرد، شعار پیرمرد، مرحوم نیست که بلای بزرگ آوردن. بله، ایشون زنده بود تا انقلاب، مدتی بعد از انقلاب ایشون فوت شدن. کسی که شهریار به کشف کرده مرحوم شعرهای بهار بود تو خراسانی و گفته بود یک روز این شهریار استخار عدم مشرفزنی خواهد شد. اینها، حالا من نمیدونم به اون مرحله رسید یا نه، اما شهریار شعار بسیار خوبی بود. بله همین بعد از انقلاب مرد در سن 90 چند سالگی. یه خانم خیلی سنتی هم داشت، میگه دو بار بنده دیده بودم با چادر میرفتم و ظرف نخ به دست برم زکالی که نخ بخرم میشده. یکی دو بارم مزاحمت براش فراهم کرده بودم، یعنی آسفای دولت دست داد و مزاحمت با شهریار نشدم. شاهکار شهریار به احتمال زیاد همین منظومه هایی به زبان ترکی حیدر بابای سلام و اشکالات که چند منظومه دیگر که اینا بهترین نوع ادبیات آذربایجانی بهتر از این دیده نشد. بله در باب مطلبی که فرمودیم، بله عزیزم، مسیحیان و یهودیان کفار هستن عزیزم، کفار کتابی هستن اینا. اینا اگر در جامعه مسلمانان زندگی میکنن میتوانن، اما بایستی مالیات بددینیشون رو بدن، مالیات نجس بودنشون رو به مسلمان ها بدن. کفار کتابی، زرتشتیان، البته اندکی تردید هست در این باب که آیا واقعا زرتشتیان اهل کتاب به حساب آوردن عرب یا نه، اما چون ایران کشور فناوری بود مجبور شده بودن خلاصه بپذیرن. اما اهل کتاب که میگوید یعنی زرتشتی و هر شبت که مسیحی و یهودی، اینها کفار کتابی هستن. کفر و کافر بودنشون که تردیدی نیست، اینا کافر هستن. حالا معلوم نیست این الله مدینه از کجا آمده که اون اللهی که مسیح رو فرستاده و موسی رو فرستاده اونا کافر هستن. حالا ما نفهمیدیم داستانی که بیان حل کنه. باری اینا کافر کتابی هستن، باید جزیه بدن، جزیه بدن به مسلمان ها. راه جزیه گرفتن هم چنین بوده، ولی مطلب استشارگاری گفتم بازم میگم که نماینده اسلام باعثی می نشسته در همون جایگاهی که مالیات جمع آوری می کرده،
نمیشد که مسیحی ها همه بیان فرد مالیاتشون رو بدن، یا زرتشتی ها یا یهودی ها. اینا بایدی که جمع میکردن پولاشون میدادن به یک نماینده محترمشون، پیرمردی کسی که شهرتی داشت، اعتباری داشت، اون بیاد خدمت این نماینده عربا پولش رو بده. وقتی که میامد میداده هر دو شبت که اینو مقان روسی نوشتن به کتاب تاریخ اسلامی نوشتن، یه رو من حق کنم اصلا نمی کنم. مراجعه فرمایید اسلام در ایران تکوشفتی اونجا سراحت آورده رفرانسش هم معرفی کنم. این نماینده اسلام رسم بوده، آیین مثل قانون فقهش این بوده که این آقا باید بلند میشد، اون بیچاره پیرمرد هم بلند شد، این آقا دو تا تیلی محکم تو گوش این بزنه و بهش بگه ای دشمن خدا مالیاتت رو به موقع پرداخت کن. این فقه بوده، یعنی این مثل دستور شرح مبین این بوده. و بعد این میخورد زمین بیچاره بایستی میگرفتن اون دوتا نگهبانی که اونجا بودن یا با توهین دو سه تا لگد میزدن فرق میکردن از اتاق یا خیمه بیرون. این طرز رفتار بوده از اون مسیحی ها و زرتشتی ها و یهودی ها اهل کتاب. خیلی اهل کتاب که کفار حربی هستن آقا، دیگه بودایی و هندو و نمیدونم که پیروان شینتو و غیره و ذالک، اونا که باید اصلا کشت، اونا دو راه ندارن، یا این که باید مسلمان بشن تسلیم حلال مدینه بشن، یا این را باید کشت زناشون گره پولیشون گره. این خیلی تکلیف اسلام روشنه و از اینا باید دوری گره، باشون دوستی نکرد. خمینی هم پیرو و همین از کنند که مطلب مهم فقهی امریه سازی کردیم با این مسیحی ها نگاه بشون نکنه از اون فاصله بگیدیم. اینا ولی نیدیم اینا آمدن اینجا خانه خریدن از پولهای دزدی ملت ایران، این رشا خونده و این اعوان انصار این رژیم منحوس آمدن در یعنی اورنج بانکی قصرهای بزرگ خریدن و از کنند در این سرزمین کفار زندگی میکنند و جایی مهیا کردن که اوضاع احوالی درگون شد آخوندها ریشها رو بتراشند و الفرار یک جای خوشاب و هوا فرمایشتون کاملا درست بود. کجاست نوبت بفرمایید لطفا چون وقت ما کم شد. بفرمایید قربان درود بر شما. الو بفرمایید قربان. الو بفرمایید بفرمایید جانم بفرمایید. ممنونم از شما. بفرمایید. بفرمایید. سلام. آقای موسی، مخصوص از جمعونای ایران تو بکره مخصوص که بلندشن نون نشد که مخصوص نتونم نتونم مخصوص تهیرم بکنم نتونم نتونم تهیرم بکنم ایران زمین می سپارم. درود بر شما جاوید ایران زمین. زنده باد.